دوستان توجه کنید، من دیروز به این دوست خوبم یه کلمه‌ای گفتم که خودم شب تا صبح نخوابیدم. رسما از ایشون عذرخواهی می‌خوام. ببخشید. من نماینده جمعیتی از فرزندان همین انقلاب هستم و هستیم که برای برپایی این انقلاب زحمت کشیدن، خون دل خوردن، به پای نداری مردم گریستن، اشک ریختن، زحمت کشیدن و برای راندن دشمن از سرزمینشون فرزندانشون از دست دادن. فرزندانی که زندانهای عراق رو تحمل کردن، جنگیدن، چیزی برای از دست دادن ندارم. من اگر فردا من رو به دادگاه فرا بخوانن، گذشته من جز خدمت به این نظام و اون آرمان‌های زیبایی که براتون عرض کردم نبوده. به همین دلیل فوقش این که این نوشته‌های اخیر من رو ملاک قرار بدن. اما من واقعیت قضیه وقتی وارد این عرصه شدم همه اینها رو برای خودم پذیرفتم. من به هیچ وجه موافق این نیستم که همین افرادی که شما ازشون اسم بردید به این شیوه زندانی بشن و آزادی از اونها سلب بشه. مردم ما وقتی اعتراض کردن و به خیابان‌ها آمدن تعدادشون کم نبود، یه بخش وسیعی از مردم فهیم و روشن فکر ما بودن و متاسفانه اونها الان از بدنه این نظام کنده شدن و علایق خودشون رو دیگه به پای این نظام نمیدیزن و این نگرانی من رو صد چندان میکنه. یعنی مردمی که تا دیروز میشد با یک ملاتفت، با یک برخورد فهیمانه، با یک مواجهه درست اونها رو همچنان در کنار خود دید، الان به خاطر آسیب‌های روحی، عاطفی و اجتماعی که دیدن دیگه منقطع شدن و این تلنگر بزرگی بود که متاسفانه در امثال بنده وارد شد و ما